مثال 95، همونطور که در تصویر مثال 95 ملاحظه میکنین، ابتدا یک کمان رسم شده، روی نوار منوی باز شده را کلیک چپ با قرار دادن مکان نما روی فرمان آرک، و اینجا از روش استارت سنتر اند استفاده میکنیم. استارت رو اینجا میایم در یه نقطه میتونیم کلیک چپ کنیم، یا اسپسیفای تعیین کردن استارت پوینت آف آرک، نقطه شروع رو میتونیم 20 و 10 معرفی کنیم، کلید انتر رو بفشاریم، سنتر ماست. در این قسمت میگیم نسبت به نقطه قبلی منهای 5 و 0 کلید انتر، و اند پوینت این قسمت بالاست با توجه به اینکه پار خط مجازی به نقطه سنتر متصل هست و اند هم در اون قسمت بالاست، میگیم نسبت به نقطه قبلی x اون 3.5 کلید انتر رو میفشاریم. در این کمان که در واقع یک ربع کمان هست، میخوایم این کمان رو به یک کمان نیم دایره با استفاده از فرمان لنگسن تبدیل کنیم. حروف L E N رو تایپ میکنیم، کلید انتر رو میفشاریم روی دلتا، اینجا میتونیم کلیک چپ کنیم، یا حروف D E رو تایپ کنیم، کلید انتر رو میفشاریم، انتر وارد کردن دلتا لنگس. و اینجا اگر ملاحظه کنین این طول رو از ما میخواد، زیر مجموعه انگل اینجا وجود داره، حرف A رو تایپ میکنیم و کلید انتر رو میفشاریم. اینجا گفته انتر دلتا انگل، عدد صفر. اینجا میایم عدد 90 رو وارد میکنیم، ببینیم چه اتفاقی رخ میده. 90 رو تایپ میکنیم، ببین اگر 90 تایپ کنیم و اینجا من مکان نما رو قرار بدم و کلیک چپ کنم، در واقع مشاهده کردین که این ربع کمان تبدیل به یک نیم دایره شد. کلید انتر رو میفشاریم، روی آن دو کلیک چپ میکنم تا در واقع از روش دوم استفاده کنم، L E N رو تایپ میکنم، کلید انتر، این بار از زیر مجموعه پرسنت P رو تایپ میکنیم، کلید انتر، و اینجا انتر پرسنتیج لنگس عدد 200، کلید انتر رو میفشاریم و اینجا روی این قسمت کلیک چپ میکنیم و کلید انتر رو میفشاریم، روی آن دو کلیک چپ میکنم تا از زیر مجموعه بعدی بریم، حروف L E N رو تایپ میکنیم، کلید انتر، توتال T رو تایپ میکنیم، کلید انتر رو میفشاریم، specify total length روی انگل اینجا کلیک چپ میکنیم و در واقع specify total angle رو اینجا میاییم مثلا 180 تایپ میکنیم، و روی این قسمت اگر من مکان نما رو قرار بدم و کلیک چپ کنم، تونستیم یک روب رو به یک نیم دایره تبدیل کنیم. کلید انتر روی undo در این قسمت کلیک چپ میکنیم، L E N رو تایپ میکنیم، کلید انتر، dynamic حروف D Y رو تایپ میکنیم، select an object. در این قسمت دقیقا من میام در واقع نقطه end رو میگیرم، حروف E N D رو تایپ میکنم در خط فرمان، کلید انتر رو میفشارم و اینجا کلیک چپ میکنم. حالا چقدر میخوام بیام این ور، گفته specify new جدید end point نقطه پایانی، بگیم نسبت به نقطه قبلی منفی 5 در راستای X و منفی 5 Y، کلید انتر رو بفشاریم، با فشاردن کلید انتر از فرمان خارج میشین. در این مثال هم دیدین در واقع با 4 روش تونستیم یک ربع آرک رو به یک نیم دایره تبدیل کنیم.